به نام خدا، در این ویدیو میخوام در مورد اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس با هم دیگه صحبت کنیم که مختصرش همون API هستش و اینکه API ها به چه درد ما میخورن و چه کارهایی در برنامه‌نویسی برای ما دارن با هم دیگه کار میکنیم. خب من یک مثال کوچیک در مورد سایت سرویس دهنده که از شرکت یاهو هستش برای آب و هوا براتون یک مثال میزنم. در اینجا میبینید که طبق این نموداری که هستش، ما یک سری سنسور برای تعیین دمای هوا داریم، برای میزان بارندگی و وضعیت جوی که هستش در مناطق مختلف دنیا، که این اطلاعات از طریق سنسورها وارد دیتابیس میشن و در سراسر دنیا از طریق دستگاهی که ما داریم، چه کامپیوتر باشه، تبلت یا موبایل، برای ما قابل مشاهده هستن و میتونیم وضعیت آب و هوا رو ببینیم. خب اتفاقی که دقیقا اینجا میفته، سنسورها بعد از اینکه اطلاعات رو از دیتابیس به دیتابیس ارسال میکنن برای اینکه به راحتی وارد دیوایس های ما بشن و بتونیم راحت دیتا ها رو بخونیم، اطلاعات رو از طریق API Application Programming Interface که در قالب JSON برای ما اطلاعات رو میتونه وارد بکنه، میتونیم از طریق دیتا هامون بخونیم. API یه خوبیتی که داره این هستش که دیتایی که از طریق اون منبع و مرکزی که ارسال میشه میتونه برای تمام دیولوپرها، برای تمام زبانهای برنامه‌نویسی قابل دسترس باشه. از طریق ریسیت API، همینطور که ببینید برای شرکت یاهو این API که هستش، میتونید شما با مطلب، پایتون، C++، R، جاوا، C#، جاواسکریپت، اکسل حتی که ساده ترین پلتفرم هستش و نیازی به کود نویسی خاصی هم نداره، یا پاور بی آی، گو یا هر زبان دیگه، میتونید به این API ها وصل بشید و اطلاعات رو پردازش بکنید. خب یک مثال دیگه هم که میتونم اینجا براتون بزنم، API نقشه هستش. فرض کنید شما یک اپلیکیشنی ساختید که به عنوان مثال مپ قرار تمام دوربین های یک جاده رو برای شما در نظر بگیره. خب شما نمیتونید از پایه و اساس بیاید تمام نقشه های یک کشور یا شهر رو پیاده سازی بکنید. اینجا میتونید به راحتی بیاد از API استفاده بکنید و یک سری از اطلاعاتی که از قبل طراحی شدن و براشون کد نویسی شده، از اونا به صورت آماده استفاده بکنید از طریق ریسیت API و پروژه خودتون رو ارتقا بدید، یعنی کارهایی که خودتون میخواید رو ارتقا بدید رو اون پروژه. خب من در این مثال یک API براتون طراحی میکنم و یک مثال میزنم که چطور میتونید یک API توسط ASP.NET و زبان C# برای خودتون طراحی بکنید. خب اگر بخواید که API خودتون رو واقعا لایف استفاده بکنید، میتونید وبسایتتون رو در یک هاست آنلاین پابلش بکنید و از طریق اپلیکیشن های دیگه و به هر زبان دیگه که میخواید بهش وصل بشید و اطلاعاتش رو بخونید. اولین کاری که میکنم، باز میکنم ویژوال استودیو خودم رو، ASP.NET Core Web Application رو انتخاب میکنم. Next، اسم پروژه‌ام رو My First API قرار میدم. .NET Core‌تون رو میتونید از آخرین ورژن .NET که دارید استفاده بکنید. من روی 3.1 میگذارم. خب در قسمتی که اینجا Configuration برای HTTP هستش، حتما تیکش رو فعال کنید. Enable Docker رو اگر نیاز داشتید فعال کنید. میتونید Operation System‌تون هم رو انتخاب بکنید که روی سیستم های لینوکس هم کار بکنه یا نه، که من این رو غیر فعال میکنم.
در قسمت پایین هم enable for razor page هستش، پیج razor که این هم نیازی ندارم و مستقیما کریت میکنم پیج خودم رو. در اولین صفحه‌ای که برای من باز میشه اگر من این پروژه رو باز بکنم، یک مثال دیگه هم که میتونم خیلی ساده از من پروژه رو به کل اشتباه باز کردم، ببخشید، ASP Core Web Application رو انتخاب میکنم، My Web API و Create. یه مثال دیگه که میتونم خیلی ساده براتون بزنم که درک بهتری از API ها داشته باشید، API ها ببینید، فرض کنید یک API ها مثل یک ایستگاه مرکزی قطار میمونند که قطارها از تمام شهرها میان اونجا، مسافران رو پیاده میکنن، مسافر سوار میکنن و دوباره به شهرها و کشورهای مختلف دیگه سفر میکنن. دقیقا مثل یک ایستگاه مرکزی اطلاعات میمونه که اطلاعات رو میگیره و پخش میکنه به صورت نامحدود به تمام نقاط، که اگه نقاط رو ما پلتفرم ها و دیوایس هامون بگیریم پخش میکنه. و یه خوبیتی که خیلی خوبی که داره اینه که تمام زبان ها ساپورت میکنه، یعنی شما پلتفرم خودتون رو، ایده خودتون رو، اپلیکیشن خودتون رو با یک زبان پیاده سازی میکنید و اطلاعاتتون رو از طریق API پابلش میکنید و اون یوزرهای شما، کسایی که از API شما استفاده میکنن، میتونن به هر زبانی که تخصصشون دارن و دلخواهشون هستش میتونن از طریق ریسیت API به API شما کانکت بشن و از اطلاعات شما استفاده بکنن. خب اگر شما ریسیت API ها رو به صورت هدفمند هم بسازید، میتونید از این طریق برای خودتون کسب درآمد هم بکنید. خب در این قسمت رام میکنم اپلیکیشن خودم رو. خب کلاس پیش‌فرض رو من قبلا دیدیت کردم، چیزی نمیاد. اولین کاری که میکنم یک فولدر در پروژه خودم ایجاد میکنم به نام مودلز. قانونی که در ریسیت API هستش دقیقا مثل قانونی که در MVC پروژه هستش، که وقتی به دیتابیس رفیشیم معادل هر جدولی باید یک کلاس هم داشته باشیم، همین رو در اینجا هم در قالب مدول برای این تعریف میکنم. اگر من یک مدل به عنوان شخص تعریف بکنم، یک کلاس شخص پابلیک، مقداری پراپرتی براش تعریف میکنم به عنوان مثال پراپرتی اینت آیدی، پراپرتی استریم نیم، پراپرتی استریم به عنوان مثال. خب کانستراکتور خودم رو تعریف میکنم با مقاله که تعریف کردم و یک کانستراکتور خالی برای اینکه کنترل کافی و فضای مورد نیاز خودم رو روی رم بعد اجرای برنامه داشته باشم. سیتور
از این کلاس. کلاس هم پابلیک هستش، به تمام پروژه بهش دسترسی دارن. کار بعدی که میکنن از قسمت کنترلر یک کنترل به پروژه خودم اضافه میکنم، نیو کنترل. کنترلتون رو سعی کنید که از MVC کنترل بید read write on action استفاده کنید که قابلیت اضافه کردن، دیلیت و ادیت API رو داشته باشید. اد میکنم در این قسمت یک API کنترلر و API کنترلرتون رو مختصر با اسم مدولی که گرفتید با مدلتون ست میکنید. من اینجا اسم مدلم رو پرسون گرفتم، پس اینجا پرسون کنترلر براش میگیرم که دسترس بهش داشته باشم. خب بعد از اضافه کردن کنترلتون ما نیاز داریم که از کلاس مدلی که تعریف کردیم برای پرسون یک آیلیست جنریک بسازیم. لیست فولدر مدل کلاس پرسون و نیو پرسون و مقادیر رو برایش اینجا اعمال میکنم. میتونه این مقادیر مستقیما از هر دیتابیسی خونده بشه. نیو مدل پرسون آیتیش برابر با یک، نیمش برابر با اینجا دیتا انتری خودم رو انجام دادم، دو مقدار رو وارد کردم در قسمت HTTP gate در IAM label. اینجا کافیه که مدول داد پرسون اضافه بکنم. و در نهایت ریترن بکنم پرزونی که در بالا تعریف کردم. رام میکنم از قسمت URL، ادایتش میکنم به API/person و میبینید که مقادیر رو به صورت JSON برای ما برگردون. مقدار اول و مقدار دوم رو با ID 1 و 2. در ویدیوی بعد نحوه اضافه کردن و دیلیت و ادیت API رو بهتون آموزش میدم.